صفتی ملی کامبوج رفته یارکات از زمین تیم کامبوج پاس کریم انصاری فر یه فرصت باشه محمد و خطا هست توپ گل شد اما داور ببینم چیکار کرد گل قبول کرده نشون میده نقطه وسط زمین رو و گل قبول هست به نفع تیم ملی ما چقدر زود چقدر راحت یه زیر تاق زدیم و یکی جلو افتادیم احمد نوراللهی است که دروازه کامبوج رو باز کرده میبینیم با هم یه چهره نوراللهی رو زبش رو خیلی خوب میزنه و زیر تا توپش فرود میاد داور رفت واسه گرفتن خطا منتظر شد دید توپ گل شد قبول کرد گل رو به آوانتاژ به موقع داد داور هندی رضا یان داخل محوطه رو میبینه استارت سریع رامین یه تنه اونجا بهش میزنه بازیکن کامبوج حالا محبی توپ فرستاد خیلی هم بلند فرستاد و توی شیش قدم جمع کرد توپ رو تعویض منطقی بازی به سمت راست برای رامین رضاییان بازیکن مقابل داره که چنگ منگ هست کدوی رامین گرسال دروازه کریم انصاری فر میکاره و محبی میزنه حالا سردار آزمون گل دوم سردار آزمون با همون استایل جدید خوشحالی خودش در باشگاه خودش در بازی ملی گل دوم رو برای ایران میزنه و حالا سردار آزمون گل دوم رو به ثمر رسوند ایران دو کامبوج صفر محبی زد توپ برگشت دوباره سردار زد توپ خورد زمین گرفتنش هم سخت شد و نتونه توپ بگیره که اوسوک سلاغ و دروازه کامبوج باز شد یه بغل پای راست سردار آزمون دروازه رو باز کرد و اینطوری هم خوشحالی کرد وسط داور باید ضربه زده بشه چاری سوکفنگ رو با هم دیگه میبینیم 14 تیم ملی کامبوج سردار منتظره که تو بهش بدن بره واسه یه ضد حمله سوت داور هندی ضربه سوکفنگ به سمت چارچوب میزنه به توپش به اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت بحرین بازی داریم تیم ملی کامبوج نه تیم عراق باید داره ضربه که میزنه انصاریفه واکنش دروازه‌بان تو به برگشت ضربه محبی و واکنش خوب ایمار از ضربه کورنر کوتاه کار میکنن بازیکن تیم ملی ما رامین رضاییان یه ارسال بلند یک ضربه ایستاد گل سوم گل سوم رو میزنه حسین کنعانی معروف خودش رو انجام میده حسین کنعانی زادگان ایران سه کامبوج صفر یک ضربه سر محکم رو میزنه و یه نیمچه لبخندم داشت مارک ویلموتس و هم میبینیم صحنه آهسته رو ارسال عالی ضربه سر خوب حسین کنعانی و بدین شکل دروازه تیم کامبوج باز شد جام ملت کیروش بهش بازی داد به نوعی عملکرد خوبی داشته و مونده تو ترکیب تیم ملی و ویلموتس هم بهش میدون میده سوت داور حرکت رضاییان زبش رو میزنه رامی و توپ تیر خورد دست و تیر دروازه‌بان یه بار دیگه پاس رو بیرون تارمی زبش رو میزنه و اینم گل چهارم گل چهارم مهدی تارمی خیلی راحت ما به گل چهارم هم میرسیم و مهدی تارمی دروازه کامبوج رو باز کرده مهدی تارمی بازیکن موفقمون تو لیگ پرتغال گل بعدی ما رو زد تا ایران 4-0 پیش بیفته 21 دقیقه ایران 4 کامبوج 0 نوراللهی سردار کنعانی و حالا تارمی به پای ویسال هم خورد به نوعی تغییر مسیر هم داد جاین داخل دست اول لیگ ترکیه یرکت بازیکن تیم ملی ما فرصت خواهند داشت مهدی تارمی پاس رو بیرون فرصت برای ضربه زد و اشتباه دروازه‌بان و سردار خودش رو دو گله و ایران رو 5 گله میکنه گل پنجم تیم ملی ما گل دوم سردار آزمون هست ایران 5-0
نمیدونم دو رقمی میشن به نظرتون تو این بازی؟ تیم ملی کامبوجا خیر، یاد اون بازی عجیب و غریب و پرگلمون در مصاف با تیم‌های مثل مالدیو که 17 تا بهشون زدیم، بازو چهره‌ای مثل علی دایی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا و دیگه از ستاره‌های اون نسل فوتبال ایران. حالا یه تیم مثل کامبوج رو ما داریم که فعلا تو نیمه اول توی 35 دقیقه 5 تا بهشون زد. امیدوارم تیم ملی ما راحت به جام جهانی 2022 صعود بکنه. در حالی کار سختی رو خواهیم داشت. طارمی حرکت، یه فضای مناسب، سردار آزمون، پاس عالی زمینی و گلر تیم کامبوج رو دستش توپو برداشته و خطا است، چون پاس رو به عقب حساب میشد. میتونیم گل ششم رو به نظرم الان ببینیم. همه دیگه روی خط ایستادن غیر از یه نفر و سود باید ضربه زده بشه. کریم انصاری فرد رو میزنه، گل رو محکم تاخت کوبی کریم انصاری فرد. حالا این ششمین گل ما بوده کامبوج، کریم انصاری فرد به ثمر رسید. فقط این شکل دروازه کامبوج رو باز کرد، یه محکم پای راستش، هیچ کار رو نمیتونستن بکنن مدافعان کامبوج. تیم ملی ما تو بیره به سمت چپ داخل محوطه جریمه، تکلیف به موقع از طارمی نداشت توپ خیلی دور بشه، پا عوض کردن های مهدی طارمی، زبش رو فنی میزنه و حالا اینم گل بعدی، گل بعدی هفتایی میکنه سردار کامبوج رو و گل سوم خوده سردار آزمون. ایران 7 کامبوج 0. گل سوم سردار آزمون هست در این مسابقه. تعداد گل های ملی خودش داره بیشتر و بیشتر میکنه سردار. با هم میبینیم کار خوبه مهدی طارمی رو، پا عوض کرد، فریب داد سارت کریا رو و اینجا دروازه زد، سوکسلان واکنش نشون داد و دروازه در نهایت باز شد. ایران 7 کامبوج 0. با همون ترکیب زمین اومدن، یه حرکت داخل محوطه جریمه، یه برخورد، پنالتی، پنالتی برای تیم کامبوج دست میاد روی خطایی کلمه خطایی که علیرضا بیرانوند خوشخواهی میکنم مرتکب شد. اول بازی اینطوری رفت و یه برخورد داشت با که سوکفنگ حرکت میکنه، سوکفنگ زبش رو میزنه و میگیره. بابا خیلی پنالتی گیره خوبیه این علی بیرو. سنیو استر رو دیدیم که بدین شکل واکنش نشون داد علی بیرانوند و پنالتی سوکفنگ رو به خوبی گرفت. مهدی طارمی، پاس رو عقب، میلاد محمدی، یک کنترل، یک ارسال و پای چپ، یک ضربه سطحی و شلوغی بزن کریم انصاری فرد و میزنه گل هشتم رو. میزنه کریم انصاری فرد گل هشتم تیم ملی ما رو. کامبوج صفر. و هم میبینیم صحنه آهسته رو، گل دوم خودش رو هم میزنه کریم انصاری فرد به این شکل. یه سر توپ بعد هم با پای چپ یه بغل پای دقیق میزنه و دروازه کامبوج رو راحت باز میکنه کریم انصاری فرد. پشت محوطه جریمه طارمی میکاره برای همشهریش محبی و ضربش رو میزنه و به بیرون رفت توپی که محبی زد. رامین رضاییان یه ارسال بلند روی دروازه، کریم انصاری فرد و آزمون و طارمی هم اونجا هستن. طارمی برای کریم انصاری فرد، دوباره برای طارمی، ضربش رو میزنه مهدی طارمی و اینم گل بعدی. 9 گله میشه کامبوج. شاکیه فکر کنم رامین رضاییان از دست سردار و طارمی، حالا کدوم صحنه رو داشت میگفت مشخص نبود. اینجا دروازه خیلی خوب زد مهدی طارمی، راحت دروازه کامبوج رو باز کرد. اینم خوشحالی است که روی گل اول خودش هم داشت.
یه پاس بلند به سمت چپ جایی که هست میداد محمدی سانچه خوب روی دروازه و زوی ساله کریم انصاریفر رو خیلی خوب گرفت سوکسلا و هم میبینیم صحنه آهسته رو خیلی هم محکم بود از فاصله نچندان دور اما با واکنش سوکسلا همراه بود. یک ساعت از زمان بازی گذشت که ایران 9-0 از کامبوج جلو هست. گرسال بولن و دروازه بریم واسه گل دهم و بله کریم انصاری فر شماره 10 گل دهم ایران رو میزنه. کریم انصاری فر اون همیشه سه گله در این مسابقه. ایران 10 کامبوج 0 60 دقیقه و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. ببینیم رکورد بازی با مالدیو شکسته میشه یا نه. امید ابراهیمی میخواد برای تیم ملی ما به زمین بره. نشون میده که سومین گل خودش رو زده کریم انصاری فر و قطعا توی مسابقه از ایران بیشتر گل خواهند خورد و این 11 گل ما هست. محبی دروازه کامبوج رو باز کرد تو اولین بازی ملی رسمیش اولین گل ملی خودش رو هم میزنه محبی. فوتبال کامبوج چرخش تو نگه داشت دروازه رو بدین شکل زد و دروازه کامبوج باز شد و ایران 11 گل خودش رو میزنه. کامبوج زودتر زوی سرش رو میزنه ارسال بلند و کادر میلاد و زوی سر خوب و اینم گل دوم محبی. دوتا گل زده کریم انصاری فر سه تا زده محبی هم دوتا زده. دوتا هم گلر ذخیره داره اگه بخواد بفرسته تو زمین که حداقل این بنده خدا سوکسلا رویش حداقل خرابتر از این نشه. انرژی بهشون میدن یه حرکت کار قشنگ و تکنیکی مهدی طارمی و میرفت واسه گل بعدی که نشد. 72 دقیقه از زمان بازی گذشته و بازیکن ما فرصت دارن و ضربه فنی تو به تیر خورده اونجا هست دروازه‌بان تیم کامبوج تو با دستش در اومد و خطا هم گرفته شد. با هم میبینیم صحنه آهسته رو ضربه فنی که تو به تیر خورد توسط مسعود شجاعی مهرداد محمدی پشت محوطه جریمه خود مهرداد باشد راه دور میزنه وقتی که زمین خورد و شیرجه سوکسلا رو هم به همراه داشت اما توپش تو چارچوب نبود. مهرداد او هم سه گل در لیگ پرتغال تونسته به ثمر برسونه. از راه دور زبیه پر قدرت حسین کنعانی واکنش سوکسلا رو به همراه داشت. امروز نفوذ داشت رامین رضاییان یه حرکت پاس عالی داخل محوطه جریمه محمدی و گل گل 13 مرداد محمدی دروازه کامبوج رو باز میکنه. نمایی از دو برادر بازی ملی اول و گل اول برای مرداد محمدی. هم میبینیم تغییر مسیر عالی و ضربه‌ای که زد محمدی و گل 13 ما اینطوری ثبت شد. پولگو رو داره تجربه میکنه طارمی پاس میده خود طارمی و این گل بعدی. طارمی پاس داد تا کریم انصاری فرد خودش رو 4 گله کنه. تشکر کرد کریم انصاری فر به نوعی از مهدی طارمی. دست میزد خود هوندا واسه هم شاید تیم ما هم واسه تیم خودش تیم کامبوج دوست عزیزمون که داره خوب تیمشون هنوز تشویق میکنه و بدین شکل گل بعدی رو زد گل 14 رو زد در دقیقه 88 کریم انصاری فر. دیگه هم منتظر شیم ریتو پایین بازی هستن تا داور هندی سوت بزنه.